هموطنان عزیز و گرامی، از این که همچنان بیننده برنامه عصر عریوا هستین تشکر میکنم از شما. و مهمان داریم، جناب دکتر صاحب مجیب الرحمن امینی در کنار ما هستن و میخوایم یکی از موضوعات بسیار مهم و ارزنده و ارزشمند و مفیدی که همگی دنبال این موضوع هستن صحبت کنیم. درباره موفقیت هست. اینکه موفقیت چیست، چگونه میتونیم دست پیدا بکنیم به موفقیت و کیها موفق هستن و این افرادی که موفق هستن چگونه موفق شدن، صحبت های جناب دکتر سیبر در برنامه امروز و در این بخش از برنامه عصر عریوا داریم و میشنویم. خیلی خوش آمدین، وقت شما بخیر. سلامت باشین. عرض سلام و احترام خدمت شما مجری محترم برنامه و بینندگان محترم و گرامی شما. خیلی خوشحالم و از اینکه افتخار به ما دادین که داخل برنامه شما باشیم بسیار خرسندم. ممنون از شما، سلامت باشین. جناب دکتر صاحب، یکی از موضوعات بسیار مهمه که من در ابتدا بیان کردم، همگی امروزه دنبال موفقیت هستن، چی در کاروبار، چی در تجارت، چی در زندگی و در بخش‌های مختلف. اما قبل از اینکه بپردازیم به انواع این موارد، می‌خوایم درباره خود موفقیت بدانیم. مثلا موفقیت چیست؟ به چه چیزی موفقیت گفته میشه؟ بسیار تشکر. ببینین، شما اکثر افراد در جامعه خواهان ای هستند که موفق باشن. شاید به جای واژه اکثر بگم که تمام مردم، هر شخصی در اجتماع دوست داره که در زندگی موفق باشه و به موفقیت دست پیدا کنه. و انسان‌های موفق هستند که یک سرزمین موفق رو می‌سازن. یعنی خاک ما با خاک سرزمین‌هایی که از ما موفق‌تر هستن هیچ تفاوتی نداره، فقط انسان‌های موفقی هستند که سبب شدن کشور اونا موفق‌تر باشه. و موفقیت، اگر از عموم مردم ما بپرسیم که موفقیت چیست، پاسخی که ارائه میکنن اینه که موفقیت یعنی رسیدن به هدف، در حالی که این پاسخ نادرست است. یعنی تعریف درستی که به حساب موفقیت وجود داره اینه که موفقیت یعنی احساس رضایت و آرامش از خود ما و زندگی خودمان. دقیقاً. و ای که چطور میشه به احساس رضایت و آرامش برسیم در ادامه برنامه توضیح میدم که یکی از موضوعات مهمی که ما میتونیم به این موفقیت دست پیدا کنیم این است که در مسیر درست گام برداریم. بله. و متاسفانه یک تعریف دیگه هم که در اجتماع وجود داره که که شکست یعنی چی. مردم ما درباره شکست هم چنین تصوری دارن که شکست یعنی نرسیدن به هدف، در حالی که این تعریف هم نادرست هست و شکست در حقیقت پولی هست برای رسیدن به هدف. و اگر ما به اجتماع دقت کنیم، اکثریت افرادی که دنبال موفقیت هستن تعاریف درست متاسفانه نمیدونن و این تعاریف هست که سبب میشه متاسفانه در زندگی اکثر مردم دلهوره، استراب و تشویش و نگرانی داشته باشن از اینکه ما چطور میتونیم به موفقیت دست پیدا کنیم. دقیقاً، موارد بسیار خوبی اشاره شد و همچنان در کل فکر میکنم جناب امینی صاحب گرامی تعاریف، دیدگاه ها و طرز فکرهای مختلفی درباره موفقیت وجود داره و ابراز نظرهای متفاوت هم باعث شده که مثلا دیدگاه های جوانان و افرادی که در این زمینه مطالعه میکنن پراکنده باشه. درباره شکست گفتین، موضوع بسیار خوبی اشاره کردیم، شکست پلیس برای موفقیت. بله. و اینکه افراد که مثلا در یک برهه‌ای از اون شکست میخورن یک تجربه است برای از اونا و راه موفقیت آسان‌تر میکنه برای از اونا. درست. بله دقیقا. شما اگر دقت کنین اکثر افرادی که در زندگی به موفقیت دست پیدا کردن اشخاصی بودن که شکست‌های مختلف رو پشت سر گذاشتن. بله. و تجربه کردن. یعنی بدون اینکه کسی از مراحل شکست عبور نکنه فکر میکنم غیر ممکن هست به موفقیت دست پیدا کنه. به خاطر از اینکه شما وقتی که شکست رو تجربه میکنین متوجه میشین که از این مسیرها من نمیتونم به موفقیت برسم و این تجربیاتی هست که ما میتونیم از کسایی که موفق شدن هم استفاده کنیم و از مراحل شکستی که داشتن تا از اون راه ها ما گام بر نداریم به سمت موفقیت. چون قطعا راهی که اونا گامی که اونا در این مسیر و در این راه برداشتن و موفقیت نرسیدن، ما هم اگر در همان راه حرکت کنیم به موفقیت دست پیدا نخواهیم کرد. دقیقا. بلکه خود این کلمه یه تجربه و تجاربی که میگن ما در زندگی کسب کردیم برگرفته از سلسله شکست هایی، چون تا این شکست ها نباشه دیگه تجربه ای هم به وجود نمی آید. و
صحبت درباره احساس رضایت و آرامش از خود در زندگی صحبت کردین و گفتین که موفقیت برمیگرده به این موارد. میخواییم که بیشتر در این رابطه صحبت داشته باشیم. شما ببینید، من تعریفی رو ارائه کردم از دیدگاه عموم مردم که اکثریت میگن موفقیت یعنی رسیدن به هدف. ما تصور کنیم شخصی ده که به هدف خودش رسیده و در این حال که به هدف رسیده احساس رضایت نداره، احساس آرامش نداره و ذهن پراکنده پر از تشویش و استراب داره. آیا ما میتونیم بگیم چنین شخصی موفق هست؟ قطعا خیر. پس موفقیت یعنی احساس رضایت و آرامش، و ای که چطور میشه به این احساس دست پیدا کرد، یعنی به جرأت و به قطعیت تمام میتونم بگم که از راه دینداری میتوان به این مسیر رسید. یعنی هیچ راه دیگه ای از راه های دنیا وجود نداره که ما رو به این مرحله یا به این موفقیت برسانه. به خاطر چی این موضوع ذکر میکنم؟ گرچه این موضوع خیلی وسیع هست و در این مختصر برنامه که ما و شما در کنار هم هستیم گنجایش این نداره تا این موضوع رو بیان کرد، اما به صورت مختصر یک سری باورها و دیدگاه های در بین انسان های مسلمان و مؤمن هست که سبب میشه اونا در زندگی خودشون بیشتر احساس رضایت و آرامش داشته باشن. مثلا ما حدیثی رو داریم از پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم که میفرمایند ما در عجبم از کار مؤمن که تماما خیر هست. اگر به اون مصیبتی میرسه صبر میکنه و در قبال صبر پروردگار به او اجر میده و پاداش میگیره. و همچنین در حدیث دیگری هست که این سختی و مصیبتی که به مؤمن رسیده باعث کفاره گناهان مؤمن میشه. و همچنین در ادامه حدیث هست که اگر به اون نعمتی هم میرسه شکر میکنه و باز هم خیر هست. و طبق این حدیث ما میبینیم که انسان مسلمان و مؤمن اصلا هیچگاه در زندگی احساس شکست نمیکنه. و متاسفانه تعاریفی که از موفقیت و از شکست در باره عموم مردم وجود داره که بیان کردیم سبب میشه که اونا در زندگی خودشان تشویش داشته باشن. یعنی من که به هدف نرسیدم، یا من که مثلا در مسیر شکست قرار دارم، یعنی شکست یعنی نرسیدن به هدف، باعث میشه که ما دچار تشویش باشم. مثلا ما میتونیم که خیلی واضح این موضوع رو ببینیم. ببینید اکثر اشخاصی که از موفقیت و از شکست چنین تعریفی دارن که رسیدن به هدف یعنی موفقیت و نرسیدن به هدف یعنی شکست، معمولا دچار بیماری های استراب هستن. اکثرا دچار افسردگی شدن، نگرانی و استراب زیاد در جامعه دارن، دچار تشویش هستن. و نمونه ای رو ما در غرب میتونیم به واضحیت ببینیم. شما ببینید آمار کسایی که افسرده هستند، نگران هستند، دچار تشویش هستند در کشورهای غربی با این که علم روانشناسی و علوم عصری بالاتر هست بیشتر هست. دقیقا. آمار کسانی که بیماری های افسردگی دارن، نگرانی دارن، آمار خودکشی ها و خیلی از چیزهای دیگه. اما در کشورهای اسلامی این آمار به مراتب پایین تر است، به خاطر همین باورهایی که مؤمنان نسبت به زندگی خودشان دارند، به خاطر باورهای دینی که دارند. و بدون راههای دینی هیچ راهی برای رسیدن به موفقیت وجود نداره. مثلا ما میبینیم اشخاصی که در زندگی خود احساس استراب و ناراحتی میکنن و مسیر از طریق اطباء پیش میگیرن تا حدودی میتونه کمک کنه به اونها که مثلا به حالت استراب و نگرانی که دارن پایان بدن. به یک دکتر روانشناس مراجعه میکنن، با اونا گفتگو میکنن، دکتر یک مدتی به اونا مثلا راه های کنترل زندگی رو آموزش میده و بعد از مدتی یک مقداری اونا رو بیشتر تحت کنترل میگیره و در مراحل بعدی مثلا از موضوعات مواد دارویی استفاده میکنن، از داروها، ترکیبات شیمیایی تا احساس خوش در این افراد تولید کنند. اما متاسفانه در روندهای پایانی باز هم نتیجه نمیبخشه، چون که احساس رضایت یک موضوع درونی است. و موفقیت هم ما گفتیم احساس رضایت و آرامش درونی فردی. یعنی اگر فرض کنید ما یک انسانی باشم که به موفقیت رسیدم، یا هر یک از بینندگان انسانی باشن که به موفقیت رسیده باشن و در این حال آرامش نداشته باشن، این تعریف نادر، این موفقیت در حقیقت نیست. این تعریف نادرستی از موفقیت هست که موفقیت یعنی رسیدن به هدف. به همین دلیل ما دچار استراب میشیم. ولی طبق حدیثی از پیامبر خدا صلی الله علیه و آله که من ارائه کردم، ما متوجه میشیم که در حقیقت انسان مؤمن در زندگی خودش هیچگاه احساس شکست نمیکنه. بله. چون از هر اتفاقی که برای او میفته تعبیر مثبتی در دین برای او ارائه شده
که سبب میشه اعتماد به نفس بیشتری داشته باشه و رضایت بهتری از زندگی داشته باشه. دقیقاً موارد بسیار خوب و همه جانبه ای بیان شد. و اینکه چه راههایی برای رسیدن به موفقیت وجود داره؟ اصلا ما که درباره موفقیت صحبت کردیم یک سری موارد بسیار خاصی داره که توجه بشه و از این طریق میتونیم به موفقیت برسیم یا خیر. راههای زیادی برای رسیدن به موفقیت هست، اما راه اصلی و راه بیشترین راهی که کارآمد هست که من قبلا هم ارائه کردم موضوع دینداری و توکل هست. دقیقاً. ببینیم وقتی که یک انسان، یکی از پارامترها دینداری و توکل هست، وقتی که یک انسان دیندار هست و در عین حال توکل هم داره، این انسان در زندگی خودش یک آرامش خاصی داره. بله. و این آرامش خاص باعث میشه که درست بتونه تصمیم بگیره. وقتی درست میتونه تصمیم بگیره، درست میتونه زندگی خودش رو کنترل کنه و راحت‌تر به موفقیتی که در نظر داره دست پیدا کنه. راه دیگری که هست، همچنان که در آیه قرآن هم هست که میفرماید، خداوند متعال میفرماید و من یتوکل علی الله فهو حسبه. هر کس که به خداوند توکل کند، خداوند او را کافی است. راه دومی که برای رسیدن به موفقیت هست، دانایی هست. آگاهی. آگاهی و دانایی سبب میشن که ما توانایی بیشتری داشته باشیم و توانایی بیشتر سبب میشن که ما بهتر بتوانیم، به آسانتر بتوانیم به موفقیت دست پیدا کنیم. و در قرآن هم آیه هست که خداوند متعال میفرماید هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون. آیا کسانی که میدانند و کسانی که نمیدانند برابرند؟ یعنی اینجا اشخاصی که آگاهی دارن و اشخاصی که آگاهی ندارن، سوال استفهام انکاری هست، یعنی به صورت قطع برابر نیستن، هم در این دنیا و هم در پیشگاه خداوند. و این اشخاص میتونن راحت تر به موفقیت دست پیدا کنن. و موضوع بعدی که هست، مسئولیت پذیری. بله. اشخاصی که مسئولیت پذیر هستن راحت تر میتونن به موفقیت دست پیدا کنن، چون که مسئولیت یک سری سیستم ها و اصول هایی هست که سبب میشه شخص راحت تر در مسیر خودش حرکت کنه. انسانی که بی مسئولیت هست معمولا در مسیر ناموفقیت، در مسیر نرسیدن به موفقیت قرار میگیرن، چون مسئولیت بسیار یک انگیزه مهمی است که انسان میتونه به سمت موفقیت سوق بده. و انسان هایی که مسئولیت پذیر نیستن به راحتی نمیتونن به این موضوع دست بده، و شاید هم بگم که غیر ممکن هست به این موضوع دست پیدا کنن. و موضوع بعدی مدیریت زمان هست. مدیریت زمان و تداوم و استمرار. ببین اکثر اشخاصی که آغاز میکنن به یک کاری، ما آغازگران خوبی هستیم، بله، اما تداومگران خوبی نیستیم. یعنی یک موضوعی رو اکثرا آغاز میکنن ولی تداوم نمیتونن خوب بدن و در میانه های را دست میکشن، و این عاملی هست که سبب میشه به موفقیت نرسن. و برای از اینکه بتوانیم در یک مسیر تداوم و حرکت درست داشته باشیم، باید صبر داشته باشیم. بله. یعنی انسان‌هایی باشیم که صابر باشیم. و یکی از راه‌های رسیدن به موفقیت این است که ما انسان‌های صبوری باشیم. و خداوند هم در قرآن می‌فرمایند که ان الله مع الصابرین. خداوند با صابران هست. و راه بعدی که ما می‌توانیم به موفقیت دست پیدا کنیم، مدیریت چالش‌ها و راه‌های مقابله درست با چالش هست. دقیقاً. ببینید گاهی وقت‌ها ما در مسیر هدفی که برای خودمون مشخص کردیم به یک سری چالش‌هایی برخورد می‌کنیم. اگر قرار باشه من با این چالش‌هایی که روبرو هستم به صورت نامناسب و ناسالم برخورد کنم، علاوه بر این که به موفقیت نمی‌رسم، به خودم هم آسیب می‌رسونم. و این آسیب رساندن باعث میشه که در زندگی خودم همون احساس رضایت از دست بدم و احساس آرامش رو نداشته باشم. بنابراین در مسیر رسیدن به هدفی که دارین، اگر میخواین که موفق بشین و به موفقیت دست پیدا کنین، باید با چالش هایی که روبرو میشین به درستی مقابله کنین، به درستی برخورد کنین. و موضوع بعدی که برای رسیدن به موفقیت هست، متعهد بودن هست. یکی دیگر از راههایی است که ما انسان متعهدی باشیم. انسان وقتی که متعهد میشه و به خودش عهد میبنده که من در این مسیر حرکت میکنم، این عهد بستن سبب میشه که در هنگام مقابله با دشواری ها و سختی ها استقامت داشته باشه، چون از ابتدا من یک تعهدی با خودم داشتم و این تعهد من در مقابل سختی ها و چالش هایی که مواجه میشم محکم نگه میداره. و یکی از راه هایی هست که میتونه من به سمت موفقیت سوق بده. و موضوع بعدی داشتن مهارت هست. بله. شاید ما یک مثلا اگر فرض کنیم یک وسیله درست موتور درستی داشته باشم، در مسیر موفقیت هم باشم، اما مهارت دریوری رو نداشته باشم.
بنابراین نمیتونم به موفقیت دست پیدا کنم. باید در مسیری که حرکت میکنم یا در راهی که برای خودم در نظر گرفتم مهارت هم کسب کرده باشم. بله. چون بدون مهارت در حقیقت دستیابی به این موضوع ناممکن هست. و موضوع بعدی اهداف معین هست. بله. یعنی یک شخص در راهی که برای خودش تعیین کرده هدف معینی داشته باشه. گاهی وقتا بعضی اشخاص هستن که مثلا در یک هدفی که حرکت میکنن در میانه راه هدف خودشون رو تغییر میدن. بله. او هدفی که در ابتدا داشتن به او هدف پایبند نمیشن. پایبند نیستن و او رو ترک میکنن. این باعث میشه که اشخاص به موفقیت دست پیدا نکنن. انسان باید در یک تصمیمی که میگیره مصمم و قاطع باشه و در همون مسیر هم حرکت کنه و در حاشیه های حرکت چیزهایی که وجود داره سبب نشه که من نگاه و نگرشم به تغییر بدم و هدفم هم تغییر کنه بر اساس حاشیه ها. متاسفانه در چنین حالتی امکان ای که به موفقیت دست پیدا کنم بسیار پایین هست. و موضوع بعدی که ما را در رسیدن به موفقیت کمک میکنه اعتماد داشتن اعتماد به نفس است. اعتماد به نفس. شما ببینید پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم در 13 مورد وقتی که از مدینه برای غزوات بیرون میشدن یکی از صحابی به نام عبدالله ابن ام مکتوم رضی الله عنه را به عنوان جانشین تعیین میکردن، در حالی که این صحابی یک صحابی نابینا هستند. یعنی اگر من به خودم باور داشته باشم، به اعتقاداتی که دارم، به باورها، به توانایی‌ها و استعدادهایی که دارم باور داشته باشم، میتونم به راحتی به موفقیت دست پیدا کنم. ببینید در مدینه اشخاص زیادی بودند که مثلا استعدادهای دیگری هم داشتند، اما اعتماد به نفس عبدالله ابن ام مکتوم رضی الله عنه با ای که نابینا هستند بسیار بالاتر هست. و این اعتماد به نفس سبب میشه که وقتی پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم مدینه رو ترک میکنن برای غزوات، جانشین خودشان عبدالله ابن ام مکتوم قرار بدن با ای که یک انسان نابینا هستن. و اینا موضوعاتی هست که همگی دست به دست هم میدن تا ما از زندگی خودمان و از خودمان احساس رضایت و آرامش داشته باشیم. دقیقاً موارد کلی و تمامی صحبت ها در یک سوال صحبت کردین و کلاً اگر همین موارد ما در نظر بگیریم مطمئن باشیم اگر در هر راه قدم برمیداریم موفق خواهیم شد. و همگی اینا برمیگرده جناب امینی شیف گرامی به تصمیم و اراده ما که ما تصمیم میگیریم، اراده چنین راهی رسلن داریم یا خیر. افرادی که اراده نداشته باشن و مصمم نباشن بر کار خود اگر آغاز بکنن ولی که نیست به مسیر رم برن مطمئنن تا پایان ختم نخواهد شد. بسیار لطیف. و در پایان اگر چون موضوع بسیار وسیع و موضوع بسیار مهم است نمیتونیم در چند دقیقه خلاصه بکنیم، اگر یک جنبندی در باره موضوع داشته باشیم و در چند دقیقه کوتاه پیامی هم داشته باشیم برای جوانان عزیز خواهش میکنم. بله دقیقاً همونطور که شما هم اشاره کردین موضوع خیلی وسیع است و در 20 الی 30 دقیقه برنامه‌ای که ما داریم واقعاً توضیح دادن تمام این موضوع مشکل هست. اما به صورت خلاصه ببینید من یک نظری برای یک پیشنهاد به جوانان و اکثر اشخاصی که دنبال موفقیت هستن دارم و او این که آدرس موفقیت رو خوب هست که ما بدانیم. ببینید همونطور که یکی از روانشناسای ایران هم میگفتن، اخیرا من یک سخنرانی هم در از اونا گوش کرده بودم، آدرس موفقیت خیلی زیبا بیان کردن. گفتن آدرس موفقیت بزرگ راه توکل هست، همونطور که ابتدای برنامه هم اشاره کردیم، دینداری و توکل. دقیقاً. بزرگ راه توکل، بلوار آرامش، خیابان صبر، میدان عمل، مجتمع انگیزه، واحد پشتکار و منزل صداقت. این آدرسی هست که اگر این آدرس ما در زندگی در نظر بگیریم به راحتی میتوانیم به موفقیت دست پیدا کنیم. و در قبال این آدرس، یعنی در مقابل این آدرس، آدرس شکست وجود داره که به مراتب مهمتر از آدرس موفقیت هست. چون وقتی ما آدرس شکست رو میفهمیم میدونیم که از این مسیر رسیدن ناممکن هست. بنابراین اگر این آدرس دقیق تر حفظ کنیم و بدانیم بهتر میتونیم به موفقیت دست پیدا کنیم. و آدرس شکست بزرگ راه بدبینی، بلوار حقارت، خیابان توهم، میدان شعار، بنبست چه کنم، مجتمع یأس، طبقه زیرزمینی و واحد فلاکت هست. یعنی اگر شخصی در زندگی چنین افکاری داشته باشه یعنی واقعا رسیدن به موفقیت دشوار خواهد بود. و به اکثریت جوانان و دوستانی که خواهان رسیدن به موفقیت هستن توصیه‌ای که دارم اینه که نگران هیچ چیزی نباشن، به موضوعاتی که ذکر شد پایبند باشن و باورمند باشن که انشاءالله میرسن به موفقیت. و خداوند هم در قرآن
ذکر کردن و من یتق الله یجعل له مخرجا و هر کس که پرهیزگاری پیش کند خداوند او را از خداوند برای او راه بیرون رفتی را نشان میدهد، خداوند او را میتواند به موفقیت برساند. و همچنین در آیه دیگر میفهمند که ولسوف یعطیک ربک فترضا و بالاخره خداوند با آن چیزی که شما میخواهید شما را خواهد رساند. سپاسگزارم از حضور شما جناب امینی صاحب گرامی از اینکه دقایقی در کنار ما بودین من حیث مهمان برنامه اسراری. با امید که عزیزانی که بیننده بودین استفاده کرده باشین، صحبت های بسیار مفید و ارزشمند بود. سپاس از شما. ممنون شما عزیزانی که بیننده این برنامه بودین و امید که بخشی که تقدیم شما شد مورد پسند و توجه شما خوبان قرار گرفته باشه. لحظات اخیر برنامه امروز است و ناگزیریم که از حضور شما عزیزان مرخص بشیم تا برنامه بعد. خداوند یار و نگهدار شما باد.